چند مورد از موارد زیر در ارتباط با مهندسی ژنتیک صحیح است در صورت استخراج ژن به ازای هر دیسک نو ترکیب. بچه نکته بسیار مهم، شما وقتی میخواید اون پلازمیده رو که میخواید ژن رو بیاید داخلش وارد کنید تا دی ان ای نو ترکیب ساخته بشه، اون پلازمیده رو در نظر بگیرید، یه جایگاه برش داره، یه جایگاه برش. اون ژن رو که میخواید به پلازمید اضافه کنید توی هر کدوم از اون انتهاهاش یه جایگاه برش داره، یعنی کل ژن سر و تهش دوتا. دی ان ای نو ترکیب که تشکیل میشه دوتا جایگاه برش داره. خب پس دیسک نو ترکیب بشه دو جایگاه داره، دو جایگاه، هر جایگاه دو تا پیوند، دو تا چهار تا، چهار تا پیوند رو باید بشکنیم. هر شکستنی با سنتز، در واقع با هیدرولیزه، یعنی با چهار تا مولکول آب مصرفیه. پس این درسته. انتهای چسبنده آنزیم های برش دهنده همواره توالی زوج نکته اوتیدی است، درسته؟ مثلا بچه نگاه کنید، شما همون GAATTC رو در نظر بگیرید، خب حالا مثال اینجوریه که نگاه کنید اینجا برش میخوره و اینجا، انتهای چسبنده میشه این و این. خب دقت داشته باشید بچه ها، از اونجایی که شما میدونید که حتما باید دوتا دوتا اینها با هم مکمل باشن، یعنی نگاه کنید این دوتا با هم مکملن، این دوتا با هم مکملن و این دوتا با هم مکملن، خب زوج بودنش رو باید بلد باشید. اما این که از اونجایی که اینا با هم مکملن، خب اگر این پورین باشه این میشه پیریمیدین، خب این پورین باشه این میشه پیریمیدین، یعنی همواره تعداد پورین و پیریمیدین توی انتهای چسبنده با هم برابره. آنزیم برش دهنده هم موقع برش ژنمون، هم در واقع برای برش پلازمیدمون. آنزیم لیگاز فقط برای تشکیل دنای نو ترکیب. پس آنزیم برش دهنده مرحله 1 و 2، لیگاز فقط مرحله 2. پس آنزیم برش دهنده توی اولین مرحله نقش داره اما لیگاز نداره، درسته؟ بچا من این تیکر رو پاک کنم بتونیم گزینه 4 رو بخونیم. گزینه 4 چی گفته؟ گفته که آنزیم برش دهنده کاروان پیوند میان بازهای عالی گوانین و آدنین. بچه‌ها دقت کنید، وقتی من دارم میگم GAATTC و به عنوان مثال اینو میاد میشکنه، منظورم این نیست که میاد پیوند بین باز عالی جی او ای رو میشکنه. یه نوکلئوتید داریم که گوانین داره، یه نوکلئوتید داریم که باز عالیش آدنینه. پیوند بین نوکلئوتید گوانین و نوکلئوتید آدنین دار، یعنی نوکلئوتید گوانین دار و نوکلئوتید آدنین دار، پیوند بین نوکلئوتیدها شکسته میشه نه باز عالی. اصلا بازهای عالیشون با هم پیوندی برقرار نکردن. فرض کنید این یه رشته، مثلا این قند ریبوزش باشه، اینم مثلا باشه جی، بعد خب این زیریه این شکلیه مثلا، وصل شده به یه فسفاتی، این میشه آ. وقتی ما میگیم پیوندی شکسته میشه، مثلا این پیوند شکسته میشه، اصلا بین بازهای عالیشون پیوندی وجود نداره. بنابراین این بازهای عالی غلطه و دال تنها غلطیه که بین عبارت ها وجود داره. تعداد صحیح ها رو از ما خواسته و جوابش میشه گزینه